جناب دکتر محمد باقر غالیباف نکته ای که خدمت جناب روحانی عرض کنم از من تو بحث آزادی و نکاتی که جناب اشاره کردی در رابطه با سیاست داخلی من خاطرم از سال 82 که بنده فرمانده نیرو انتظامی بودم جناب دبیر شورای امنیت ملی بودین اگر بعد حوادث 18 تیر یادتون هست هر سال به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه به هر حال دانشجوها مراسم میگذاشتن داخل دانشگاه بیرون دانشگاه یه جلسه که خدمت جناب بودیم اونجا بنده موافق این بودم که اجازه بدیم دفتر تحکیم وحدت که به هر حال میخواد برای 18 تیر مراسم بگیره بگیره این مراسم رو من خاطر از اونجا اشاره بین این میکردیم که بابا دنبال دردستری ول کن چه مجوزی میخوام بهش بدم حالا به هر حال اینا این کار انجام نشه بنده اونجا اصرار داشتم که ما اجازه بدیم دانشجو حرفش رو بزنه ولی در چارچوب قانون من خاطرم هسته میخوام اسم ببرم یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت که الان خارج از کشوره اون روز اومد من دنبال کردم نهایتا با اصرار اون روز قبول شد که اینا یک تجمع در دانشگاه تهران بذارن ولی قانون رعایت کنن قانون تجمعات که جنابالی از من مسلط ترین من نمیخوام توضیح بدم یک بحث اینجا این هست که به حال وقتی که خودمون در مسئولیت هستیم همین نگاه رو با آزادی داشته باشیم که وقتی در منظر منتقد به موضوع هستیم دزا خب به هر حال به نظر من او زمان حق بود که البته من پیگیری موضوع رو او زمان کردم یا در شورای امنیت کشور در سال 82 اگر خاطر جنابالی باشه در شورای امنیت کشور در وزارت کشور یک جلسه برگزار شد بنده معتقد بودم پشت حوادثی که سال 82 20 روز 25 روز توی خیابون بود واقعا حوادثی که در کوی خوابگاه کوی دانشگاه اتفاق افتاد یا حوادثی که در خوابگاه ترشت علامه اتفاق افتاد که نیرو انتظامی تمام قد جلو لوا شخصی های استاد و برخورد کرد و اون شب مجروح هم ما اونجا دادیم و اجازه ندادیم که حوادث سال 78 تکرار بشه بنده در اون جلسه معتقد بودم این افرادی که پشت صحنه هستند دانشجوها نیستند بعضی از اعضا تو جلسه اصرار کردم که اگر این گونه هست و کوی دانشگاهی مشکلات داره شما میدونید که طبق قانون باید به نیروی انتظامی مجوز ورود بدم مود دانشگاه خب اون موقع من با اصرار این مجوز ورود با اصرار من گرفتم چرا من اصرار کردم چون من مطمئن بودم بعضی از افرادی که تو این جلسه هستند خود اینا در این حوادث نقش دارند نه دانشوی توی کوی خوابگاه دانشگاه و اون شب شما دیدید وقتی این مجوز داده شد من به همه کارکنان گفتم شما مطمئن شید اون شب هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ اتفاقی نیفتاد خاطر جنابالی هست در مجلس ششم بنده جنابالی وزیر علوم وزیر کشور وزیر اطلاعات در مجلس ششم رفتیم اونجا توضیح دادیم برای موضوعات موقعی که من صحبت میکردم حتی یکی از نمایندگان مجلس که بنده مستند داشتم دخالتی در این حوادث داشت اون روز اونجا وقتی من صحبت کردم وسط صحبت نوارش هست بلند شد گفت که فلان شما منظور منم من به شما عرض کردم که نه منظورم شما نیستی ولی یه زبر مثل به کار بردم چون خودش میدونست که چه نقشی رو در پشت حوادث داره بعد شما اخیرا دیدید که بی بی سی و وی آه اومدن حرف من رو در دانشگاه صنعتی شریف متاسفانه توسط یکی از سایت های داخل کشور که من نمیخوام اینجا اسم ببرم بخشی از صحبت های من رو حذف کردن و اومدن گفتن قالیباف اومده اینجا داره دوگانه برخورد میکنه از غذا من دوگانه برخورد نکردم من با حق دفاع کردم در یک جلسه در دبیرخونه گفتم باید اجازه بدید دفتر تحکیم بیاد اظهار نظر کنه در چارچوب قانون در یک جلسه هم در مجلس شورای اسلامی به صورت جلسه رسمی ولی غیر علنی و در جلسه‌ای که در شورای امنیت کشور در وزارت کشور تشکیل شد می دوستم حواظه پشتر این گونه است به نظر من خوبه آه. که ما وقتی از حرف از آزادی میزنیم دانشجو میزنیم اقوام میزنیم چه او زمانی که در قدرت هستیم بنده خودم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی همین شعن رو برای دانشجو و اقوام قائل باشم امروز هم که در مسئولیت اونجا نیستم این شان رو قائل شدم توضیح جنوالی در این موضوع از آقای دکتر غالیباف خیلی من تعجب میکنم دیگه حالا آمدن مثلا درست رقابت که ما باید رقابت کنیم همه با هم ولی نه اینجوری ببینید آقای دکتر غالیباف اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید اونجا بحث این بود شما میگفتید دانشجو بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم ما میگفتیم راه این نیست راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیایم اینا رو دستگیر بکنیم راه اینه از ابتدا بیاییم به اونها بگیم یا مجوز نیست یا اگر مجوز است بیان کار خودشون انجام بدن تظاهرات کنن مبدا معلوم باشه انتها معلوم باشه و از اون بالاتر من راجع به چند کلانتری تهران به شما گزارش دادم گفتم وضع این جوریه شما چی به من جواب دادید من نمیخوام اینجا بازگو کنم دیگه شما به من گفتید کل آدم های سالم من این تعدادن عددش من کاملا تو حافظه من هست شما بر نگردید به بحث های اون زمان حرف برای گفتن ما خیلی داریم این سینه پر است از مسائل فراوان اینجا جای بازگو کردنش نیست و رقابت هم بذارید دیگه رقابت سالم و درست و دقیق باشه اینجا اما مسئله ای که مطرح شد دو... که سیاست داخلی یا سیاست خارجی آقای دکتر روحانی از میخوام آقای دکتر قالیباف نکته ای دارن بگن بعد جناب تو بحث سیاست داخلی است من توضیح بدم اگه میخوان بزنید سیاست خارجی, خارجی بعد بگردم بفرمایید من... آقای قالیباف میگن که راجب اقوام ام الان صحبت میکنیم اون وقت که هم که در قدرت بودیم همون جور این کار بکنیم راجب اقوام چه اقدامی شورای عالی امنیت ملی علیه اقوام کرده جز این که هموار توصیه شورا بر این بوده که حقوق حقه همه اقوام مورد مراعات قرار بگیره جز این بوده که اگر یه مورد یه یک معموری حالا هر که بوده از ناجا بوده یا از هر کجای دیگری بوده اگر موردی اتفاق می افتاد که صحیح نبود شورای عالی امنیت ملی باش برخورد می کرد شما این حرفی که می زنید اتهام بزرگ دارید به شورای عالی امنیت ملی می زنید که میگید شما وقتی که در اونجا بودید اینجوری عمل می کردید حالا اینجوری می گید نه خیر ما از بنده فردی هستم که از ابتدای زندگی سیاسی مسیرم روشنه هیچ وقت پادگانی فکر نکردم هیچ وقت پادگانی عمل نکردم من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم من سرهنگ نیستم من حقوقدان هستم بنابراین حواسمون جمع باشه چگونه ما سخن میگیم چگونه ما حرف میزنیم اگر لازم باشه اطلاعات هرچه لازم باشه من الان تو حافظه دارم بگم شما اینجوری برخورد نکنید با یک مسئله که من دارم میگم آقا سیاست من اینه با همه اقوام و اقلیت ها طبق حقوق شهروندی مساوی برخورد کنیم و وقت شما من میگم آقا آزادی بیان باید دنبالش باشیم شما میگی من دنبال آزادی بیان نبودم من که در زمان شاه روبروی شاه ایستاده بودم بعدش هم در تمام موارد روبروی افراطیون همیشه ایستادم من که همیشه طرفدار آزادی بیان بودم من که همیشه مخالف افراط و تفرید بودم من که خطم همیشه اعتدال بوده چرا اینجوری شما بحث میکنید اینکه شیوهش نیست حالا اگر بنا به اینجور شیوه باشه که ما حرف زیاد داریم برای گفتن خیلی ما صحبت رو دکتر بفرمایید من ادامهشم بگم یا ایشون نکتهشون رو بگن بعد خدمت بگم من در رابطه با اقوام چون دیگه اینجا حداقل الان بحث کردیم. من گفتم در رابطه با آزادی چه برای دانشجویان و برای گروه ها و برای اقوام یک نواخ من نگفتم جناب علی دیدگاهتون نسبت به اقوام این گونه است ولی واقعیت اینه که به هر حال امروز شما اقوام و مذاهب مختلف بر اساس قانون اساسی و در حوزه امنیت ملی واقعا حقوقشون اون طوری که قانون براشون تعریف کرده تا الان تحقق پیدا نکرده جناب قبول دارین کاملا درست خب جناب دبیر شورای امنیت ملی بودی کاملا درست میتونستی در حوزه سیاسی امنیتی ایفای نقش کنید مردم از شما این نکردیم ما ولی من این بحث نگفتم بعضی شما مسئول بودید کردیم ما, ما کردیم ما مصوبه گذراندیم آقای جلیلی میدونن ما اجاز. مصوبه گذراندیم برای احقاق اجاز. حقوق اقلیت های قومی و مذهبی اشکال نداره حالا من به حال از بدین صحبت منم تمام من در او بحث نداشتم من بحثا در رابطه با دانشجو بود در جلسه قبل حتما جناب عارف یادشون هست خودشون اشاره کردن در بحث دیگه هم هست بهترین رابطه و ارتباط بین پلیس و دانشجو در زمان مدیریت بنده بوده یک نمونه شما بگید که پلیس اون رو که شما بگید گازنبوری زدن این کار کردن از یه حرکت ها نبوده بنده شما از خود دانشجو خود دولت اصلاحاتی رو تایید میکنه از غذا بنده در مقابل لباس شخصی ها شما مطلعید ایستادم و میگفتم خلاف قانون کسی نکنه حزینه دادم من حرفم به جنابالی این بود که جناب آقای روحانی در یک جلسه روشن و مشخص مستند هست اگر این من دارم میگم حرفم اینه که او زمان من میگفتم آقا به دفتر تحکیم وحدت اجازه بدیم طبق قانون احزاب اجازه تجمع داشته باشه علتی که از سال 82 به بعد موضوعات وقت من چی گفتم وقتی شما اینو گفتید من چی گفتم شما گفتید خالی بافتون مال دبستانی ولش کن تو روز میان میرن وش گفتم بله باهم به حال این سند اون این جا بود جا سندش کو نه من, من, گفتم. گفتم. من گفتم من گفتم همونی بدید. گفتم که قبلا بهش اشاره کردم گفتم اگه میخواید اینا رو بیارید تو خیابون بعد گازنبوری اینا رو معاصره کنید براشون پرونده درست کنید این کارا رو نکنید خب اگر آزاد بذارید خیلی خوب آزاد بذارید خیلی خوب نه شما اگر, این نیت اگر نیت خانیم. اگر نیت بلدید حالا دیگه اون هنر شما من نیت خانی, خانی نیستم. بلند نیستم خب شما میگین میخواستی این کار انجام من دید. اگر نیت خانی هم... نماینده میخوام اسم ببرم نماینده رسمی دفتر تحکیم بعد از اون جلسه که با اصرار من این موافقت شد اومد به شما از کردم قانون احزاب به شما اجازه میده محل تجمع سخنران و موضوع رو اعلام کن امنیت تا من برقرار میکنم بعد دیگه دفتر تحکیم نمیدی کار رو انجام بده نگاه کنید من میخوام بگم جناب آقای ازب. من شما رو به عنوان یک فرد معتدل واقعا میشناسم در یکی شما نگاه بازی دارید و اینا رو شا... ولی من میگم که وقتی که جنابالی در اینجا نکاتی رو اشاره میکنید که جنوالی مثلا فکر میکنید ما نگاه پادگانی داریم ما افتخارمون بیه که مجاهد بودیم تو رزمنده بودیم واسدادیم از عزت یک کشور دفاع کردیم بیام افتخار میکنیم از یه اصلا ناراحت نیستیم ولی من میگم این نگاه پادگانی اگر جنوالی میگید من میگم جنوالی در حیدی که نگاه باز دارید ولی اون موقع میگه آقا دنبال دردسر سر نگرد چرا کوی دانشگاه او اتفاق افتاد؟ ولی در دانش در خوابگاه ترش چرا یه اتفاق نیفتاد چرا در خوابگاه در سال 82 در کوی دانشگاه اتفاق به خاطر که پلیس اونجا واسطات کتک خورد هم با شخصی ها کتک خورد هم از اونایی که اینور بودن کتک خوردن ولی پلیس اینجا ما گازنبوری عمل نکردیم از قضا ما ایستادیم هزینه پرداخت کردیم و همیشه هم دانشجوهای لطف نسبت به پلیس داشتن بحثا کمک به بینندگان بله، که تشخیص بدن که <applause> چک ما،, ما اتفاقا آقای مهندس قرازی تو دو تا مناظره قبلی هم دنبال بحثای اینجوری بودیم دوستان استقبال نکردن بحثایی که به دو نفر مربوط به وقایع گذشته است خب ببینید ببینید چون آقای گذشته افراد تو آیندهشون موثره جناب آقای موضوع آزادی موضوع مهم آینده فکر کنید حالا این دو تا بزرگوار بین هم یه اختلافی دارن که هیچ قاضی هم نمیتونه جواب بده مهندس در مورد برنامه هسته‌ای ای هیچ کس نمیتونه جواب بده اینا به چه درد مردمی می‌خوره که الان نشستن پای اینجا آی میگن که حالا یا تو حق بوده یا اون حق از نظر آقای آقای جناب علی کاملا محترم امکان نداره از این بحث دو طرفه امکان نداره از این بحث دو طرفه کسی سود ببره دعوای بین اشخاص میشه دعوای بین احزاب میشه اینکه نمیشه شما بایستی که نگاه کنید به این هفتاد میلیون نفر بلد. ببینید استعداد اشخاص برای اینکه در آینده کشور اداره کنند برنامه هاش رو بدن هیچ کس اینجا برنامه نمیده ه... هیچ کس برنامه فیزیکی نمیده همه برنامه های عرفانی و ادبیاتی و اینا میدن این که نمیشه نه سیاست خارجی اینجا حل میشه نه سیاست داخلی اینجا حل میشه هر کسی بیاد بگه چه من میخوام چیکار بکنم من فکر میکنم که این به هیچ دردی نمیخوره. آقای من از این نظر حضرت حالی کاملا محترم اما طبیعیه که عملکرد مدیران ارشد و استراتژیک کشور در آینده بخشیش برمیگرده به رویه هایی که در گذشته داشتند مسائلی هم که اینجا مطرح شد این روزها بسیار در خبرگزاری های سایت های اینترنتی در مناظراتی بیرون از صدا و سیما مطرح میشه او خوب بود که دوستان جوابشو بدن اونا مشغولتون میکنند به مسائل گذشته بل. خیلی متشکرم حالا دعوای اینا حل میشه بل. حل نمیشه آقای دکتر روحانی من اگر بخوا... کنید من... ممنون میشم وقت این بخش خیلی گذشت من یه جمله بگم بل. به حسن رو تمام میکنم من میخوام به ملت بزرگوار بگم که من شیوه تخریب رو نمیپسندم و حاضر نیستم رقیبم رو تخریب کنم من حاضر نیستم اسناد سری رو اینجا افشا کنم من حاضر نیستم در اینجا بالا پایین کنم جملات رو همونطور که بسیاری از حرفا آقای قالیباف زدن و من اینجا نگفتم اونجا تو حافظه منم بود بحث من پلیس نیست دست همه پلیس خدمتگزار کشور میبوسم بحث من شیوه ای آقای غالیبافه و میرسیم با آقای رضایی که با یک لحنی صحبت میکنن که مثل این که ایشون یک نظرات بسیار دقیقی داشتن و اون نظرات اجرا نشد آقای رضایی جنابالی همون کسی هستید که تو جمع گفتید که شورای امنیت سازمان ملل به مراتب بهتر از شورای حکامه و آقای روحانی چرا جلو این کار رو گرفته که پرونده از شورای حکام نر شورای امنیت شما همون هستید شما وقت اینجا میاد ما رو نصیحت میکنید ما که نمیخوایم اینا رو بگیم چون شما آغاز کننده هستی من دارم میگم من نظرات دیگر شما رو هم دارم حرفای دیگر شما رو هم دارم اولین جلسات هسته ای که ما گذاشتیم به کلی سری سر بود کدام سایت افشا کرد کیا بودن در جلسه سران که همه ناراحت شدن آقای دکتر ولایتی حضور داشت اونجا دید کدام سایت بود افشا کرد چه چیزایی نگذارید ما اینجا حالا خیلی حرفا هست نباید گفته بشه جای این بحثا نیست ما اگه میخوایم رقابت کنیم رقابت سالم کنیم یعنی بیایم بگیم من در فلان جایی همچون برنامه ای داشتم منم جواب بدم بگم این برنامه اینجوری بوده با این لحنی که اون غلط بوده این غلط بوده اونم درست نبوده اینم درست نبوده خب نظر شما که این بوده اون وقت شما حالا چی دارید از چی دارید دفاع میکنید تمام گرفتاری های ما اینه که همه تلاش نشد برای اینکه پرونده به شورای امنیت نره من نمیخوام بگم هیچکس مقصر نبود میخوام بگم همه تلاش میبایست به کار میبردیم که نشود امروز هم همه باید تلاش کنیم بقید. که این پرونده برگرده ظالمانه رفته شورای امنیت باید برگرده به شورای حکام حالا بقید. بقید. من خیلی بحث داشتم متاسفانه خیلی متشکرم ان در ادامه من اینو جواب بفرمایید بله آقای روحانی کنید زحمت بکشید من که هستم اینجا خدمت بله اولا من حرف اساسیم این بود که ما اینجا میخوایم یک اطلاعاتی به مردم بدیم که مردم یک تصمیم بگیرن برای سرنوشت خودش چرا طوری صحبت میکنیم که گویی هیچ اشکالی نیست خب آیا معنای این حرف اینه که اگر یکی از شما رئیس جمهور شدید میخواید با همون وضع قدیم که دارید ازش دفاع میکنید میخواید کشور رو اداره کنید یا نه اشکالاتی بوده چرا به اون اشکالات اشاره کنید؟ بعد به عنوان نمونه گفتم که خیلی خوب شما میگید که اون مذاکرات منجر به این شد که جنگ نشه و نظام هم کنترل میکرد هم حرکات آقای جلیلی رو بالاخره نظام داره کنترل میکنه هم آقای روحانی ولی بحث من این بود که آیا نمیشد شما با هزینه کمتری این کار رو کردید؟ خب شما ببینید من سآلم چقدر معدبانه است آقای روحانی اگه بخواد با این عصبانیت و این داد و بیداد کردن سکان کشور رو به دست بگیره خدا رحم کنه به این کشور